در یک هفته گذشته 91 تن در پیوند به جرمهای جنایی در کابل بازداشت شدند. مکاتب دخترانه و دانشگاه ها سال آینده باز می شود. یونما جامعه جهانی صدای زنان و دختران افغان را بشنود. جاسوس پنجشیر اخراج شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. 8 صبح کابل. حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که در یک هفته گذشته حدود 90 تن را در پیوند به ارتکاب جرایم جنایی در پایتخت بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی گروه طالبان روز پنجشنبه 4 قوس با نشر ویدیو در حساب تویترش گفته است که این افراد طی عملیات قماندانی امنیه کابل از نقاط مختلف شهر و ولسوالی ها بازداشت شدند. با گفته مجاهد افراد بازداشت شده متهم به ارتکاب جرمهای گوناگون جنایی از جمله قتل، سرقت و اختطاف در پایتخت هستند. این در حالی است که در 30 ماه قدرتگیری طالبان در افغانستان جرایم جنایی در نقاط مختلف شهر کابل و برخی از ولایات دوباره اوج گرفته است. مکاتب دخترانه و دانشگاه ها سال آینده باز می شود. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی و سخنگوی طالبان میگوید مکاتب دخترانه و دانشگاه ها سال آینده بر اساس معیارهای اسلامی باز خواهند شد. خبرگزاری افاق او این اظهارات را امروز پنجشنبه 4 قوس در یک گردهمایی در غرب کابل بیان کرد. مجاهد گفت خواهران ما مطمئن باشند که مکاتبشان آغاز می شود. امارت اسلامی در تلاش ساختن یک میکانیزم است که مطابق اصول اسلامی و منافع ملی باشد. سپس تمام مکاتب و مراکز تعلیمی خواهران ما آغاز خواهد شد. مکاتب و دانشگاه های افغانستان در آغاز سال جاری به خاطر کرونا تعطیل شده بود. پس از تسلط طالبان هم تنها مکاتب پسرانه و ابتدایی دختران باز شد و صنفهای بالاتر از 6 دختران و دانشگاه ها همچنان تعطیل است. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیش از این گفته بود که تا زمان تهیه طرح به خاطر جدایی صنوف دختران و پسران در دانشگاه ها دروازه های دانشگاه های دولتی برای دانشجویان بسته خواهند ماند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان موسوم به یونما گفته است که جامعه جهانی باید صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد. به گفته این نهاد خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان به دلیل محدودیت آزادی های آنها به ویژه حق کار و آزادی گشت و گذار بیشتر شده است. خبرگزاری افق یونما امروز پنجشنبه 4 قوس به مناسبت 25 نوامبر مصادف و روز جهانی محو خشونت علیه زنان در اعلامیه خواستار همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در میان بحرانهای بشری شده است. این نهاد گفته است که سازمان ملل از همه می خواهد تا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات قاطع انجام دهند. یونما افزوده است که خشونت مبنی بر جنسیت همچنین به عنوان یک تهدید جدی برای زنان و دختران و یک مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه پایدار و صلح است. با گفته این نهاد خشونت علیه زنان که از آن به عنوان همگیری نامرئی یاد می شود با شیوع همگیری کووید 19 و بحران انسانی بیشتر شده است. یونما افزوده است که در سطح جهانی از هر 3 زن یک نفر خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه کرده است که عمدتاً توسط یک شخص نزدیک به وی صورت گرفته است. با گفته این نهاد افغانستان یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در سطح جهان دارد، به طور که از هر 10 زن 9 زن در جریان زندگی خود حداقل یک نوع خشونت را از یک شخص نزدیک به خود تجربه کردند. دیبرا لاینز نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفته است ما باید با هم برای مقابله با این همگیری نامرئی اقدام کنیم. باید از خشونت جلوگیری کرد. ما باید نگرش هایی را که باعث شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت شود تغییر دهیم. ما باید از خدمات برای بازماندگان حمایت نماییم. یونما تاکید کرده که جامعه جهانی باید به صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد
و فوراً به نیازهای آنها به ویژه بازماندگان خشونت و کسانی که با اشکال گوناگون و مرتبط با تبعیض روبرو هستند پاسخ دهد. خبرگزاری رها جاسوس پنجشیر اخراج شد. طالبان پس از تصرف ولایت پنجشیر با پاس حمایت عبدالحمید از این گروه و مخالفت وی با امرالله صالح و احمد مسعود آمریت فرماندهی پلیس این ولایت را به وی واگذار کردند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تشکیل امارت اسلامی این گروه دست به اقدامات زد که یکی از آنها تصفیه صفوف خود از افراد نامطلوب بود. افراد نامطلوب طبق تعریف امارت اسلامی همان کسانی بودند که بدون تصفیه به طالبان پیوسته بودند و گاه و ناگاه در گوشه و کنار کشور دست به اقدامات خودسرانه و تلافی جویانه می زدند. شکایات مردمی از برخی اقدامات سلیقه‌ای نیروهای امارت اسلامی اما نسبت چنین تصمیم گرفته شد که از سوی این گروه بود. یکی از افرادی که در لست تصفیه طالبان قرار گرفته است عبدالحمید خراسانی است. وی اهل پنجشیر است و تا چند سال پیش آدم کمیابی بود که از طریق ماجراجویی و عرب دکوشی به شهرت رسید. عبدالحمید خراسانی آدم فرصت طلبی است که برای رسیدن به موقعیت و قدرت براحتی وطندارانش را معامله می کند. وی مثل ماش به هر طرف می غلطد و شخصیت بی ثبات دارد. اسم عبدالحمید خراسانی در وزارت داخلی دولت قبلی به عنوان یکی از خطرناکترین مجرمان که مزاحم مردم است به ثبت رسیده بود. چند بار هم مورد پیکرد قرار گرفت و راهی زندان شد. وی در مقابل فرود دستان آدم تن مزاج و تن خود اما در برابر قدرتمندان خازه است. خراسانی افزون بر این که همیشه مردم کوچی را مورد اذیت آزار قرار می داد با طالبان هم همیشه سر جنگ داشت، اما چند ماه پیش وقت متوجه شد که گروه طالبان رو به پیشرفت است ناگهان تغییر موضع داد و از این گروه اعلام حمایت کرد. طالبان پس از تصرف ولایت پنجشیر با پاس حمایت عبدالحمید خراسانی از این گروه و مخالفت وی با امرالله صالح و احمد مسعود آمریت فرماندهی پلیس این ولایت را به وی واگذار کردند. عبدالحمید خراسانی که منتظر چنین روز بود خود را ناصر بدری نامید و بیش از هر زمان دیگر برای سرکوب قومش کمر بست و مخالفان طالبان را مرتد دانست. وای اما نمی دانست روز در لست سیاه کمیسیون تصفیه و پاکسازی طالبان قرار می گیرد، از آنجا که عبدالحمید خراسانی در تعریف کمیسیون تصفیه طالبان عنصر نامطلوب است باید اخراج می شد. اما اعضای این کمیسیون عبدالحمید خراسانی را بین اخراج از صف طالبان و استعفا مخبر کردن. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.